سلام وقتتون بخیر فرام هستم مدرس زبان در خدمتتون هستم با تدریس کل کتاب آکسفورد ورد سکیلز سطح مقدماتی یا پایه یکی از بهترین کتاب ها در حوزه یادگیری لغت مجموع کتاب های آکسفورد ورد سکیلز هستند این کتاب ها داره سه سطح هستند سطح مقدماتی یا پایه سطح متوسط و سطح پیشرفته خب سطح مقدماتی و پایه مخصوص افرادی که تازه میخوان زبان رو یاد بگیرن برای دیدن آموزش همه درس های این کتاب میتونید به قسمت لیست پخش کانال برید و در اونجا آموزش کتاب آکسفورد ورد سکیلز سطح مقدماتی و پایه رو انتخاب کنید و همه قسمت ها و همه آموزش های این کتاب رو اونجا به صورت رایگان تماشا کنید خب بریم به بررسی درس امروز رو پردازیم فقط قبل از شروع درس اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید سوالات و نظرات خودتون هم در قسمت کامنت بنویسید خب عنوان درس هشتم هست I can give personal information من میتونم اطلاعات شخصی بدم give یعنی دادن پرسونال شخصی انفورمیشن انفورمیشن یعنی اطلاعات تلفظش رو بعد من تکرار کنید پرسونال انفورمیشن خب حالا قبل از اینکه درباره این در توضیح بدم ابتدا اسپاتلایت رو بررسی کنیم که درباره کلمه information صحبت کرده information یعنی اطلاعات اینجا گفته که information means facts about people or things میگه که information به این معنیه means یعنی به این معنیه means خودش یعنی معنی داشتن یا معنی دادن اینجا میگه information معنیش اینه facts about people or things حقایقی درباره مردم یا چیزها facts یعنی حقایق about یعنی درباره people افراد یا مردم things چیزها مثلا نامشون آدرسشون و غیره بعد ادامه گفته که information is uncountable یه yeah, information غیر قابل شمارشه information غیر قابل شمارشه حالا آقا یعنی چی غیر قابل شمارشه خب این یه مبحث گرامریه کلا در زبان انگلیسی اسامی به دو دسته تقسیم میشن یه سری اسامی قابل شمارشن یعنی ما میتونیم اونها رو بشماریم یه سری اسامی هستن غیر قابل شمارشن یعنی ما اونها رو نمیتونیم بشماریم مثل information یعنی اطلاعات مثل کلمه مانی پول برد نان نیوز اخبار ترافیک یا مثلا اسامی مایات مثل وادر میلک تی خب اسامی غیر قابل شمارش خودشون قوانین گرامری دارن که در تدریس گرامر به اونها اشاره کردم حالا فقط بدونید که اینفورمیشن یه اسم غیر قابل شمارشه پس بعدش اس جمع نمیگیره یعنی ما حق نداریم بعد از اینفورمیشن اس جمع اضافه کنیم و قبلش هم A و یا N و یا اعداد نمیان مثلا ما نمیگیم one information نمیگیم two information قبلش عدد نمیاد قبلش A و N هم نمیاد نمیگیم به information یا an information همچنین بعدش هم جمع نمیاریم نمیگیم informations این غلطه خب این از اطلاعاتی که درباره کلمه information به ما داده خب حالا بریم سراغ درس هشتم این درس مکالمه بینه یک متصدی پذیرش و شخصی به اسم سندرو هست در سمت چپ ریسپشنیست خب ریسپشنیست یعنی متصدی پذیرش یا منشی در سمت راست هم که مشاهده میکنید سندرو خب در سمت چپ جملات همون منشی هست در سمت راست مشاهده میکنید کلمات و یا جملاتی هستن که سندرو میگه خب جمله اول نگاه کنید گفته که سندرو is studying English in Cambridge خب میگه که سندرو داره انگلیسی میخونه باشه کمبریج شهر کمبریج در انگلستان هست اسم دانشگاه هم هست یه دانشگاه معروف در انگلستان حالا ادامهش میگه که The receptionist receptionist یعنی متصدی پذیرش منشی تلفظش رو بعد از من تکرار کنید receptionist receptionist خب میگه که اون منشی needs نیاز داره some information مقداری اطلاعات نیاز داره حالا ما میخوایم از این مکالمه یه سری لغات، اصطلاحات و جملات جدید یاد بگیریم. خب ببین وقتی که میخوای به یه نفر بگی اسمت چیه؟ تو انگلیسی اینجوری میشه. اینجوری باید بگیم. What's your name? What's your name? پس وقتی که میخوای یه نفر بپرسی اسمت چیه؟ بعد اینجوری بگیم. What's your name? بعد از من تکرار کنید. What's your name? حالا وقتی که میخوای بپرسی ازش که نام خانوادگیت چیه؟ اینجوری میگی. What's your family name? What's your family name? بعد از من تکرار کنید What's your family name? خب الان اون منشی ازش پرسیده What's your family name? نام خانوادگی چیه؟ خب نام خانوادگیش اینه Bertoli خب حالا چجوری بپرسیم که چجوری از این نفر بپرسیم که اسم کوچیکت چیه؟ اینجوری میگیم. میگیم What's your first name? خب خود کلمه first یعنی اول اینجا میگه که اسم اول چیه منظورش همون ما توی فارسی میگیم اسم کوچیکت چیه پس که میخوایم بگیم اسم کوچیکت چیه میگیم چی What's your first name خب اینجا هم داره میگه که اسم کوچیکش ساندرو هست حالا قسمت بعدی گفته که Could I have your address میتونم آدرس تو داشته باشم منظورش اینه که آدرس رو میگید خب آدرس که گفته و پایینش گفته پست کد پست کد همون کد پستی هست خب این قسمت اول مکالمه حالا خب بریم سراغ قسمت دومه مکالمه حالا میگه که now the is asking Sandro about himself and his family میگه که حالا اون منشی داره میپرسه از سندرو درباره خودش و خانوادش اسکین دو تا معنی داره یکی از معنی شنی یعنی پرسیدن یکی از معنی ها یعنی درخواست کردن اینجا معنی پرسیدن میده himself یعنی خودش and his family his family یعنی خانوادش خب حالا اون متصدی پذیرش ازش میپرسه که so Sandro Where are you from? اهل کجایی که در درس قبلی به این اشاره کردیم وقتی که میخوای از این نفر بپرسی اهل کجایی اهل کدوم کشوری میگیم Where are you from? هم میتونیم اینو بگیم هم میتونیم بگیم Where do you come from? Where do you come from? Where are you from? یا Where do you come from? خب گفته در جوابش Italy کشور ایتالیا حالا در جوابش میتونی بگی مثلا I'm from Italy یا I come from Italy خب حالا در قسمت بعدی گفته که Whereabouts in Italy یعنی کجا ایتالیا Whereabouts about یکی از معنیش یعنی کجا یکی از معنیش هم یعنی جا Whereabouts in Italy یعنی کجا ایتالیا حالا پایینش تو پرانتز گفته Where in Italy exactly کجا ایتالیا دقیقا Where in Italy exactly یعنی کجا ایتالیا دقیقا Exactly یعنی دقیقا گفته پیز در شهر پیزا. خب حالا قسمت بعدی چجوری از یه نفر بپرسیم شغلت چیه خب دو ساختار وجود داره که از این دو تا ساختار میتونیم استفاده کنیم که از یه نفر بپرسیم شغلت چیه میگیم what do you do what do you do بعد من تکرار کنید what do you do یعنی شغل چیه کار چیه هم میتونی از این ساختار استفاده کنی و هم میتونی از این ساختار استفاده کنی بگی what's your job What's your job? اینم یعنی شغل چیه؟ جاب یعنی شغل. بعد من تکرار کنید. What's your job? What's your job? خب این گفته که در جواب I'm a doctor. من دکتر هستم. خب حالا بریم سراغ قسمت بعدی. چجوری به انگلیسی به یه نفر بگیم که متعهلی یا ازدواج کردی؟ اینجوری میگیم. میگیم Are you married? Are you married? بعد من تکرار کنید Are you married؟ حالا چجوری بپرسیم که آیا تو مجردی؟ میگیم Are you single؟ Are you single؟ پس وقتی میخوایی از این نفر بپرسیم متعهلی میگی Are you married؟ بخوای ازش بپرسیم مجردی میگی چی؟ Are you single؟ خب در جوابش هم میگی I'm married یا yeah, I'm single I'm married یعنی من متعهلم I'm single یعنی من مجردم فرانس هم بگی که او متحله میگی he is married میخوای بگی او مجرده he is single میخوای بگی مثلا آنها متحل هستند they are married میخوای بگی آنها مجرد هستند they are single خب ازش پرسیده are you married or single متحلی یا مجردی گفته I married من متعهلم حالا ما چجوری به انگلیسی بگیم که بچه داری؟ از دو تا ساختار میتونیم استفاده کنیم. هم میتونی بگی که Have you got any children؟ یعنی هیچ بچه ای داری؟ هم میتونی از این ساختار استفاده کنی Have you got any children؟ و هم میتونی از این ساختار استفاده کنی Do you have any children؟ یعنی هیچ بچه ای داری؟ اینجا any ای معنی هیچ میده هیچ بچه ای داری؟ Do you have any children؟ خب حالا سندرو در جوابش گفته Yes A boy and a girl یه پسر و یه دختر A boy and a girl A boy یعنی یه پسر A girl یعنی یه دختر خب ما حالا چجوری به یه نفر بگیم که چند سالته میگیم چی؟ How old are you? How old are you? یعنی چند سالته تکرار کنید بعد از من How old are you? How old are you? حالا مثلا میخوای بگی که او چند سالشه میگیم How old is he? حالا اینجا اون منچی پرسیده که How old are they? یعنی اونا چند سالشونه منظورش همون پسر و دخترشه در جواب گفته که the boy is six پسر شیش سالشه and the girls two و دختره دو سالشه اون اسی که اینجا مشاهده میکنید is هست مخففه شکل مخففه به جایی که بگه the boy is گفته the boys یه نفر فرصم از شما پرسیده چند ساله تا جواب بدیم میخوای بگیم مثلا من 25 ساله میگی I am 25 I am 25 یا اینجوری میتونی بگی یا میتونی بگی I'm 25 years old هم میتونی عدد رو بگی هم میتونی بعد از عدد years old هم بیاری مثلا میخوای بگی که او ده سالشه میگی چی؟ He is 10 هم میتونی بگی He is 10 هم میتونی بگی He is 10 years old خب این از درس هشتمت تمارین این درس رو هم حتما انجام بدید خب به پایان این ویدیو آموزشی رسیدیم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه با آرزوی موفقیت برای همه شما یادگیرندگان عزیز